روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کرم برای زخم معده مفید است. همه نوع‌های معاصر کرم از کرم خودروی کتاب امروز در ساحل های اتلانتیک و انگلستان و فرانسه می روید، نوعهای گوناگون کرم را از قسمت رسانی که در آنجا نیروی افزایش مرکزانیده شده است پرورش می کنند. از برگ ها، گلپی، کرم سرخ، کرم سوایی، از خوشگل ها، گلپی، براکلی، از پایه آن، کرم سنگی، از نوده اش، کرم بروسلی. کرم در دوره های یونان و روم ها محصولات اساسی به شمار می رفت. یونانی ها کرم را نه تنها همچون خوراک، بلکه یک محصولات شفابخش حساب می کردند. سقراط، گلین و دیاسکارد خصوصیت های شفابخشی کرم را ستایش می کردند. گفته فیلسوفان رومی کیتانیکلانی اصل دوم میلاد مشهور است. رومی ها با کرم بدون کمک طبیبان خود را 600 سال طبابت می کردند.
در تمام دوره تاریخ کرم خوراک فقیران حساب می شود. یک چند ده سال بعد وقتی که تأثیرات نهایت کلان کرم به بیماری سرطان معین کرده شد، کرم ماده های را داراست که به تشکل و افزایش بیماری سرطان مقاومت می کند. علاوه بر خصوصیت های انتیکنسروگنی، کرم خصوصیت های پرهیزی، تروپتی و طبی دارد. خاصیت ها و نشانداد ها برگ های کرم ماده های غذادهی گوناگون را دارا می باشند. پروتین ها مقدار پروتئین در کرم بین 3.38 در ترکیب کرم بروسلی 1.39 در ترکیب کرم کله سرخ می باشند. اینها پروتئین های ناجوره به مثل پروتئین های از رستنی پیدا شده می باشند، چون که آنها همه امینو اسید ها را در تناسب لازمی در ترکیبشان ندارند. لیکن در همجایگی پروتئین های دیگر رستنی ها مثل غلجات ها و حبوبات، آنها به پروتئین های بلند صفتی پر مبدل می گردد. روغن ها یا ماده های چسبکدار خیلی کم موجودند. فقط در ترکیب کرم بروسلی روغن ها به 0.3% می رسند. در ترکیب دیگر نمودهای کرم مقدار روغن ها از 0.1 تا 0.2% می باشند. روغن‌ناکی کرم را به شخصانی که از بیماری ضعف دل و چاقی عذاب می‌کشند محصولات موافق می‌گرداند. روغن‌ناکی در کرم ناوابسته از کمیش اهمیت زیادی پروفلاکتیکی دارد و شفایی می‌بخشد. در آن ماده‌های سلفید که چون عنصرهای فیتوشیمیایی معروف هستند حل شدند و اکثریت خصوصیت‌های شفابخشی در کرم موجود است. ویتامین‌ها کرم مخصوصاً از ماده رنگ دهنده بیتاکراتین و ویتامین سی غنی می باشد، هرچند در ترکیب آن مقدار ضروری ویتامین های بی و ای نیز می باشد. ماده ها و میکروانصور ها همه نوع های کرم از پوتاشیم غنی بوده و در ترکیبشان کم سودیم دارند که در مورد گیپرتانیا و ورم ها آن خیلی با ارزش می باشند. در ترکیب آن مقدار زیادی پوتاشیم، فاسفورس، آهن، مگنیزیم و این چنین دیگر میکروانصور وجود دارد که در بینشان زیادتر سلفور دارد. عموماً کرم منبع خوبی پوتاشیم است، با سبب مقدار آن 35 تا 77 میلی گرام بر 100 نصف ترکیب پوتاشیم در شیر و با سبب زود هضم شوی اش محصولات خوب می باشد. تحقیقات ها معاین کرده اند که ارگانیسم انسان مقدار پتاسیم ترکیبی کرم را نسبت به پتاسیم ترکیبی شیر زودتر هضم می کند. گاز و یا کلیچتکه کرم از گاز غنی می باشد و این سبب خصوصیت اسهال آوری دارد که از روده گذرانی آسان را تامین می کند. علاوه بر این شخصانی که در روده هایشان خاصیت باد پیدا شوی هستند، هنگام استفاده کرم میوتیوریزم احساس می کند. ماده های فیتوشیمیایی هرچند این ماده ها در سبزیجات و میوه‌جات به مقدار نهایت کم باشند، هم تنها در ارگانیسم نقش مهم را می بازند. آماده کنی و طرز استفاده بری به شکل خام از برگ های تر و تازه میده کرده شده و با روغن رسانی بهتر روغن زیتون و لیموناد آمیخته شده خورشی بهترین آماده کردن ممکن است. افشوره تازه آن را با واسطه مخلوط کننده آماده می کنند. از 2 تا 3 قاشق کلان یا نیم پیاله افشوره را در میده خالی پیش از خوراک 3 یا 4 مرتبه در یک روز می نوشد.
ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. غذا از کالوری فرق دارد. من عادتاً از دختران چنین سخنان را میشنوم. وزن من برابر است، اما برای چی شکم و پهلوهایم چربی اضافی دارد؟ من کالوری را مد نظر میگیرم، ولی چربی ها تمام نمیشود. زمانی که دانشجو بودم نیز از داشتن وزن زیاد عذاب میکشیدم، ولی خوشبختانه راه حل آسانی را یافتم برای این مشکل. 2/7/2000 روز یکشنبه. سلام دوست عزیز، امروز روز خیلی خوبی است. برای این با تو در میان گذاشتم. قدم های نو می گذارم، برای داشتن سلامتی خوب کوشش می کنم و موفق هم شدم. بعد از این که در مورد 4 رازی را دانستم که راجع به درست صرف کردن غذا است، انتخاب محصولات و پختن خوراک آسان تر شد. اکنون می دانم که در کدام حالتی که باشیم گرسنه ماندن درست نیست. این برای ارگانیسم فشار شدید است. شاید گرسنه نگه داشتن خود باعث لاغری شود، ولی دوام ندارد. بر روی این جراحت های گوناگون پیدا می کنی. خوردن لازم است، هم صبح، ظهر و شب. در اینجا انتخاب نقش مهمی را بازی می کند که چی استفاده کنیم و از کدام خوراک ها بیشتر پرهیز کنیم. در نوشته های یک طبیب مشهور هسپانیوی خوانده بودم که بدن انسان در 1 ساعت 70 کالوری را می سازد تا احتیاجات بدن را تکمیل سازد، تا که سلامتی کامل داشته باشیم. حتی در حالت خواب 65 کالوری در 1 ساعت می سازد. پس معلوم می شود که در دوام روز بدون انجام کدام کار بدن ما نیاز به 1500 کالوری دارد. این تنها برای تامین قوه حیات به کارمندان اداره ها که کم حرکت هستند 200 کالوری و به دانشجویان و زنان خانشین حداقل 2300 کالوری لازم است. همه کالوری که از معیار زیاد استفاده شده اند به چربی ها تبدیل شده برای ذخیره گذاشته می شوند. بله، همین طور است. چربی در بدن نه تنها از مصرف غذاهای روغنی به وجود می آید، بلکه ویتامین ها و کربوهیدرات های زیادی نیز باعث چاقی می شود.
900 غذا کالوری اضافی 100 گرم روغن ذخیره می کند، 900 کالوری را به آسانی پی نمی بری. تنها 2 بیسکویت یا چیپس، یگان نان سرخ شده، 1 توته کلباز و یا کمتر روغن مسکه 50 گرم، همه این 100 گرم چربی اضافه را تشکیل می دهند. اگر هر روز 100 گرم برای احتیاط ذخیره شود، در دوام چند روز 1.500 کیلوگرم به وزن ما اضافه می شود. البته نه برای هر کس حساب کردن کالوری مواد خوراک خوشایند است. مخصوصا برای من این جریان دلگیر کننده می باشد. از این رو من به خلاصه رسیدم که تنها حرکت جسمی خودم را زیاد نمایم. دویش از طرف صبح و دیگر نوع مشقها از طرف صبح تمام کالوری اضافی را می سوزاند. حتی آنهایی که از اول جمع شده بودند آهسته آهسته نیست و گم می شوند. زیرا 1 ساعت راه رفتن 250 کالوری را می سوزاند. علاوه بر این خود را در دوام روز خوب و خوش احساس کرده جسمم را در توازن نگاه می دارم. در نوت همان دکتر درد شده بود که فرقیت میان نمودهای گوناگون غذا موجود است. مهم این نیست که ما چقدر غذا خوردیم. مهم آن است که غذای ما از کدام محصولات ها تهیه شده و چگونه آماده شده است. همه اش روشن و واضح به نظر می رسد. اما چنین نیست. چون همیشه اینجا هم نازکی های خود را دارد. سطح غذا باید در تناسب نگاه داشته شود. یعنی این یک سری غذای سالم است که من هفته گذشته به تو گفته بودم. یعنی باید غذاهای گوناگون استفاده نماییم و کوشش نماییم که تناسب غذا را به قدر لازم نگاه داریم. یعنی 55-75% کربوهیدرات ها، 15-30% چربی ها و 10-15% پروتئین ها در دوام روز خوردن ضرور است. به غیر از این به غذای خود دقت دادن ضرور است. معلوم نمایید که سرچشمه پیدایش چربی ها در بدن شما چیست. غذای از محصولات لبنیات آماده شده به آسانی هضم نمی شوند. با مرور زمان آن را خوبترش با محصولات گیاهی که روغنشان کمتر و نخشان زیادتر است عوض نمایید. و این محصولات ها میوه ها، سبزیجات، غلجات و لوبیا داخل می شود. برای آن که قد و قامت برابر داشته باشید، اندام زیبایتان و سلامتیتان را همیشه حفظ نمایید، باید صبحانه، غذای چاشت و غذای شام را حتما بخورید. استفاده غذای لبنیاتی را محدود نما و از محصولات گیاهی و رستنی زیاد استفاده نما. چنین نمود خوراکه برای حفظ سلامتی و ذخیره درآمد مادیات به تو کمک می کند. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. خداوند می خواهد که ما
به او اخلاص داشته باشیم و چشم دید داشته باشیم که رهبریت خداوند به ما خوشبختی و خوشحالی می آورد و کفالت بی خطری ما در او بوده بار دیگر ما بدی را انتخاب نمی نماییم. اما عزازیل دیگر در آسمان مانده نمی توانیست. وحی باب 12 آیه 9 و اژدهای بزرگ سرنگون شد، یعنی آن مار قدیمی که ابلیس و شیطان نام دارد و تمام جهان را فریب می کند. او با فرشته هایش سرنگون شدند. پس سوالی به میان می آید، چطور سیاره زمین در این نبرد کائنات شامل گشت؟ آیا شیطان به زمین سرنگون شد؟ یا این نخستین ساکنان زمین در را به او باز کرده بودند؟ در اولین کتاب مقدس، کتاب هستی، چنین فرموده شده است. هنگامی که خدا زمین را و هر آنچی که در آن وجود داشت را آفرید، خیلی خوب بود. اولین اشخاصی که در زمین بود، از نظر معنوی و جسمی کامل بودند. قابل دوست داشتن بودند. آنها نیز حق انتخاب آزاد را داشتند. خدا به آنها امکانیت داد تا آنها از باغ عدن محافظت کنند. برای امتحان صداقت آدم و حوا حق تعالی در باغ درخت های زندگی و معرفتی نیک و بد را جای داده بود. به انسان اجازه داده بود تنها از درخت حیات میوه بخورند. به درخت معرفتی نیک و بد نزدیک نشود. هنگامی که آنها از میوه های آن درختی که منع کرده شده بود می خوردند، از امر خداوند سرکشی کرده و به طرف شیطان حساب می شد. زمانی هوا در نزدیکی درخت معرفتی نیک و بد سیر می کرد، شیطان که به صورت مار در آمده بود او را به وسوسه انداخت. خدا گفته بود اگر آنها از میوه های درختی که منع کرده شده بود بخورند، خواهند مرد. لیکن شیطان گفت، هستی باب 3 آیه 4 و 5، نه نخواهد مرد. بلکه خدا می داند که در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و شما مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. به عباره دیگر شیطان چنین می گفت، شما بی نهایت خوشبخت خواهید شد اگر از پس من بیایید. خدا آزادی شما را محدود کرده است. بدبختانه آدم و حوا به این دروغ شیطان باور کردند. اگر امروز ما در همه جای عاقبت این انتخاب را می‌بینیم، ما در سیاره‌ای پر از آشوب، پر از جنگ و خرابات و مرگ زندگی می‌کنیم. بعد از آنی که آدم و حوا میوه ممنوع را خوردند، آنها را حس ناآرامی فرا گرفت. هنگامی که خداوند آنها را در باغ جستجو می کرد، آنها از او پنهان شدند. ما نیز تا به حال از خدا می گریزیم و پنهان می شویم. هنگامی در میان انسانها و مخلوقاتش جدایی انداخت، او در میان آدمان نزاع و اختلافات را به وجود آورد. بعد گناه کردن آدم و حوا، تخم جنگ اولین آسمانی در قلب ایشان کاشته شد و سبب زورآوری در خانواده ها و نزاع در این جهان گناه است که قلب انسان ها را شکسته بود.
وقتی انسان ها از خداوند روی می گردانند، آنها از نزدیکانشان تیز روی می گردانند. گناه، ناآرامی، ترس، غم و مرگ را تولد می کند. و این طرز سلطنتی شیطان است. کی جوابگو است؟ عیسی در یک مثل درباره مرد نیک سرشت حکایت می کند که در کشتواری خود تخم خوب کاریده بود، لیکن با گذشت ایام خدمتکاران آمده دیدند که در برابر رستنی های خوب و علف های بیگانه نیز رویده بود. وقتی آنها از آن مرد نیک پرسان شدند، برای چی چنان شده است؟ در جواب شنیدند. متا باب 13 آیه 28 او به آنها گفت، این کار دشمنی آمده است. وقتی ما آشفته گشته پرسان می کنیم، برای چی رنج و عذاب، بیماری ها، فقر، بیرحمی در دنیا موجود است، چنین پاسخها را می یابیم. خدا در اینجا مسئول نیست. دشمنی آدم این کار را کرده است. خداوند تخم نیکی کاشته است. تخم بدی و رنج و عذاب و مرگ را او نکاشته است. در آفریده خدا، دشمنی خداوند و انسان به طرز فریب و نیرنگ تخم عداوت را کاشته است. کتاب مقدس این دشمن را شیطان، رقیب، عیبدار کننده و ابلیس می نامند. او آن کسی می باشد که بر ضد خداوند برخواسته باعث گناه هایی که از مشکل سر می زنند شده است. در نویشتجات، ابلیس همچون قهرمان افسانوی که در دست سه شاخه دارد، انعکاس نیافته است. او یک جاندار واقعی می باشد که با هر طریقه بدبختی می آورد و مکار است. او در آسمان از سه حصه یک حصه فرشتگان را به وسوسه انداخته، همراه آنها از آسمان رانده شد. آنها در سیاره زمین را می کوبیدند. خدا می خواست که این را همیشه بسته باشد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.